بعضی از برندهای موبایل یه ژن خاصی تو وجودشون داره. وان پلاس هم جز به همون برند است. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داخل این ویدیو میخوام گوشی وان پلاس ایس 3 پرو رو بهتون معرفی کنم. امکانات جالبی داره، همون ویژگی های ظاهری وان پلاس رو داره و با دیدنش به یاد گوشی های وان پلاس میاد. طراحی خیلی خوبی داره، متریال خوش کیفیتی داره و جذابیت های خاص خودشو داره. داخل این ویدیو میخوام وان پلاس ایس 3 پرو رو با همدیگه معرفیشو ببینیم و ببینیم توی بخش‌های مختلف چه عملکردی از خودش به جای میذاره و چه مشخصاتی داره. بزن بریم این ویدئوی باحال رو شروع کنیم. این گوشی 212 گرم وزن داره، دوتا متریال خوش کیفیت داره و متریالش اینجوریه، متریال چرمی داره و شیشه‌ای. متریال شیشه‌ایش بدیش اینه که اثر انگشت به خودش جذب میکنه، اما خیلی خوش کیفیته. متریال چرمیش خوبه، یه تکسچر خاصی به شما میده و یه حس چرم و کیفیت رو به شما القا میکنه. اطراف گوشی خیلی ساده است، دکمه پاور رو داریم، دکمه ولوم رو داریم، پایین گوشی هم خشاب سیم کارت طبق همیشه بلندگو و درگاه شارژ رو داریم. از پشت که به گوشی نگاه میکنیم بازم همون طراحی که قبلا دیدیم. لبه های دوربینش یه بریدگیایی داره که بازم جذابتر میکنه. بیرون زدگی دوربینش پنل کناریش ادغام نشده و دو تا خط رو میبینیم که این نسبت به سریای وان پلاس 12 یکم تفاوت داره. یه خلاقیت جدیدتره با حفظ ژن خاص و اون امضای وان پلاس. از جلو که نگاه میکنیم یه صفحه نمایشگر میبینیم که 91% پنل با گوریلا گلس ویکتوز 2 محافظت شده. یه ویژگی داره، اگه بهش آب بخوره شما میتونید راحت باش کار بکنید. دیده شده توی یه سری از گوشی ها. تقریبا بگم که همه گوشی ها اینجوریه. شما زیر بارون اگه باهاشون کار کنین یه سری لمسای ناخواسته پیش میاد زمانی که قطره‌های بارون روی گوشی شما قرار داره. این گوشی این مشکل رو نداره. نکته دیگه نمیمونه، گواهی IP54 هم داره. بریم سراغ نمایشگر. رسیدیم سراغ قسمت نمایشگر. یه نمایشگر خوش کیفیت 6.7 اینچ. کیفیت این نمایشگر از 10.80 هم یه خورده بیشتره و شما میتونید کیفیتش رو تنظیم کنید، روی بالاترین حالت کیفیت باشه و یه خورده پایینتر باشه که باعث میشه کیفیت تصویر بیاد پایینتر و از اون طرف مصرف باتری شما هم بیاد پایینتر. و از همه باحالتر رفرش ریت 1 تا 120 هرتز. تو این گوشی شما حتی رفرش ریت 1 هم میبینید و بین حالتهای 120 60 45 90 به شدت سویش میکنه که این کمک میکنه توی محیط‌های مختلف نرخ نوسازی تطبیقی خوبی داشته باشید. از همه مهمتر مصرف باتری بهینه‌ای داشته باشید. توی قسمت تنظیماتش یه دنیایی از پروفایل‌های رنگی رو داریم، از حالت نچرال و ویوید گرفته تو کلی حالت دیگه. یعنی قشنگ بهتون بگم شما راحت میتونید تمام پروفایل‌های رنگی این گوشی رو دستکاری کنین و مدل‌های مختلفی دارین. نکته دیگه که میمونه تا 1600 نیت روشنایی داره، عدد 4500 نیت برای پخش محتوای خاصه و نرخ تاچش هم 240 هرتز که به شدت خوبه. یه صفحه نمایشگر روون و همه چیز تموم تو این گوشی قرار داره. از همه جالب تر قسمت پردازنده شه. قوی ترین چیپست دنیای گوشی های اندرویدی روی این گوشی اسنپدراگون 8 نسل 3 که عملکرد پایداری توی محیط رابط کاربری برای شما داره. رابطه کاربریش با اندروید 14 عرضه شده. رابطه کاربری وان پلاس یه رابطه کاربری خاصه. این داخل این گوشی یه سری شخصی سازی های باحال از رابطه کاربریش لذت ببرید واقعا. و شما توی بازی های سنگین به لطف خنک کننده گرافیکی شما میتونید یه تجربه مطلوب و خوب توی بازی ها داشته باشید. اگه بخوام براتون مثال بزنم، بازی مثل کال آف شما میتونید بزنید روی گرافیک متوسط و فریم ریت رو تا ته ببرید بالا و 90 FPS برای شما بازه و میتونید به راحتی توی این گوشی باهاش بازی کنید. توی قسمت رابط کاربری هم مشکلی ندارین. توی قسمت بازی های سنگین هم عملکرد پایدار مطلوبی، حتی توی بازی های مثل گیشن ایمپکت هم میتونید عملکرد خوب و تجربه. بریم سراغ عکسایی که با دوربین این گوشی میگیریم. دوربین اصلی 5 مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی که نمیدونم چی میخواد اینجا توی این رنج قیمتی، و دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی. عکسایی که با دوربین اصلی میگیرین عکسای بی ایرادی نیستن، اما نسبت به رنج قیمتی خودش متوسط رو به بالان. یه جاهایی شاید توی ثبت جزئیات شاید مشکل ببینین اگه بخوام خیلی دقت کنین. توی عکس اولترا واید یه خورده میاد شارپتر میشه، جالب آن نسبت به دوربین است یه خورده شارپتر میشه. لبه ها یه خورده نویز داریم و نکته دیگه که میمونه شاید یه سری از جاها هم محو بشه. این خیلی کوچیکه
اگه خیلی دقت کنین و زوم کنین. عکسای ماکرو نسبتا خوبی میتونین باهاش بگیرین. توی عکسای سلفی هم عکساش بازم متوسط رو به بالان و شما میتونین عکس سلفی تمیزی باهاش بگیرین. یه جاهایی بازم توی سطح جزئیات شاید ببینین که به مشکل بخوره. کلیت دوربینش بخوام بگم رنگ و نور رو خیلی خوب در میاره. داخل عکسای شب هم عکسای شب متوسطی رو برای شما ثبت میکنه. یه سری از جاها هم شاید عکسا نویزی بشه. اینجوری نیست که بندازیم بیرون دوربینش. تو بخش باتری عدد و رقم‌های خیلی خوبی داریم. باتری با ظرفیت 6100 میلی آمپر ساعت که خودش پاور بانکه. از اون ور داخل جعبه‌اش یه آداپتور 100 واتی داریم. یه دونه کابل شارژ هم داریم که قشنگ روی بقیه برندا رو میزنه زمین. اما این همه جای بازی نیست. یه نکته منفی این وسط بهتون بگم. این گوشی شارژ وایرلس نداره. باز یه نکته مثبت بگم. این گوشی توی نیم ساعت فقط فول شارژ میشه. یعنی شما عملاً یه پاور بانک دارین که 6100 میلی آمپر ساعت ظرفیتشه و توی نیم ساعت از 0 تا 100 میرسه. توی 13 دقیقه از 0 به 50% میرسه و شما راحت یه روز رو روش حساب کنید. یعنی شما هر چقدرم کار سنگین انجام بدید یک روز شارژ دی رو داره و شاید هم اگه کار سنگین انجام بدید ببینید در انتهای روز یه چند درصدی براتون بمونه، یه 10-20% هم شاید براتون بمونه که واقعا عملکرد شارژ دهیش و شارژ شدنش خوبه. از اون برم که اینو در نظر بگیرین، شما برای خرید یه آداپتور 100 واتی هم باید یه هزینه‌ای در نظر بگیرین. اگه مثلا یه گوشی دیگه باشه که توی جعبش نباشه این نکته رو در نظر بگیرین. خب رفقا اینم از وان پلاس ایس 3 پرو، گوشی که عدد و رقم‌های جالبی داشت. عملکردش رو توی قسمت‌های مختلف بهتون گفتم و به صورت کامل سعی کردم بهتون معرفی کنم. شما هم اگه نظری دارین راجع به این گوشی، راجع به رابطه کاربری وان پلاس، تجربه خریدتون از گوشی وان پلاس توی قسمت کامنت‌ها با بقیه به اشتراک بذارین. به روز و آگاه باشین.